این آخرین ویدیویی است که مرکز رسانه‌ای حلب از این شهر ویران گرفته. تصاویر تنها خاطره جنگ‌های جهانی را در ذهن زنده می‌کند. با این حال همچنان راه درازی برای برقراری صلح وجود دارد. به گفته دیدبان حقوق بشر در سوریه، بمباران جنگنده‌های روس در 24 ساعت گذشته 9 قربانی در میان کودکان حلب و درعا گرفته است. معاون وزیر دفاع روسیه که در اجلاس امنیتی در چین حضور دارد می‌گوید هرچه سریعتر واشنگتن متوجه شود که بدون روسیه موفق به شکست تروریسم بین الملل نخواهد شد، جامعه بین الملل پیروزی بزرگی کسب کرده. ما برای همه همکاری ها آماده ایم، همکاری با همتایان آمریکاییمان و دیگر همتاهای غربی. با این حال آمریکا و فرانسه میگویند کرملین به هیچ کدام از تعهداتش نسبت به پایان بمباران حلب و یا حل بحران سوریه عمل نکرده و گواهان ادامه بمباران حلب و کشتار بسیاری از شهروندان است.